سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم در مورد یک چیز خیلی خیلی جالب توی مکانیک کوانتومی بحث بکنیم که مبحث عملگرها هست البته امروز فقط در حد آشنایی صحبت میکنیم و توی ویدیوهای بعدترمون یه خورده که بحثمون جلو بره بیشتر و با دقت بیشتری در مورد عملگرها صحبت خواهیم کرد خب اول یه مروری بکنیم به اونچه که توی ویدیوهای قبلی با هم دیگه یاد گرفتیم ما مکان متوسط ذره رو یاد گرفتیم که چطور میشه به دست آورد مکان متوسط که با متوسط x نشونش میدیم گفتیم که برابر هستش با انتگرال x ضرب در اندازه سای به توان دو دی x درسته خب که من حدود انتگرال هم ننوشتم از منفی نهایت تا بی نهایت هستش و همونطور که میدونید وابستگی سای به زمان و مکان رو هم ننوشتم توی عبارتم همچنین سرعت متوسط رو با هم دیگه به دست آوردیم سرعت متوسط و دیدیم که سرعت متوسطمون هم برابر هستش با مشتق متوسط مکان نسبت به زمان که عبارتش رو با همدیگه به دست آوردیم، مساوی بود با چی منفی آی اچ بار بر روی ام در انتگرال مزدوج مختلط تابع موجمون یعنی سای استار ضرب در مشتق جزئی سای نسبت به مکان دی X. خب این سرعت متوسط و مکان متوسط جسممون هستش معمولا توی بحث های مکانیک به جای اینکه با در مورد سرعت جسم صحبت بکنیم معمولا در مورد تکانه جسم بحث میشه که تکانه تعریف کلاسیکش یعنی توی مکانیک کلاسیک تعریف میشه حاصل ضربه با پی نشونش میدیم و برابر هستش با حاصل ضرب جرم در سرعت جسممون یعنی ام در v خب بنابر این تعریف کلاسیک ما میتونیم برای ذرات کوانتومیمون هم تکانه متوسطشون رو تکانه متوسط رو به این صورت تعریف کنیم که متوسط پی برابر می شود با جرم زرمون زب در متوسط سرعتش و بنابراین برابر خواهد بود با عبارت بالا زب در ام که مساوی می شود با منفی آی اچ بار در انتگرال سایستار روند سای به روند ایکس دی x پس این میشود تکانه متوسط جسم یا متوسط تکانه جسمون بهتره بگیم خب این عبارت مکان متوسط و تکانه متوسط خیلی مهم هستند چرا؟ چون که مکان و تکانه توی مکانیک کلاسیک دو تا متغیر خیلی مهم هستن چون همه بقیه پارامترهای دینامیکی یک جسم رو توی مکانیک کلاسیک میشه با دونستن مکانش و تکانهش به دست آورد مثل انرژی جنبشیش و سایر چیزها خب یه چیزی رو که خیلی اینجا جالب هستش ما میتونیم این های مکان و تکانه رو که اینجا داریم یه جور دیگه بنویسیمشون که خیلی به درد بخورتر هستش اون روش نوشتن جور دیگه ای که میتونیم بنویسیمشون این هستش برای مکان دقت بکنید که اندازه سایب توان دو همونطوری که میدونید برابر با مزدوج مختلط سای زب خود سای هستش بنابراین من مکان متوسط جسمم رو میتونم اینطوری بنویسم برابر هستش با انتگرال مجددا ما حدود انتگرال رو نمی نویسیم اما از منفی بی نهایت در بی نهایت هستش انتگراله. خب اگه به جای سای دو بذارم سای استار در سای و جای ایکس رو هم با سای استار عوض بکنم خواهیم داشت سای استار در ایکس حالا من ایکس رو توی پرانتز میذارم اینجا منظورم سای استار ایکس نیست سای استار ضرب در ایکس در سای انتگرال دی ایکس این میشه مکان متوسط جسممون عین همون تکانه متوسطش میشود چی؟ تکانه متوسط می شود برابر با اگر این آیچ بار رو من ببرم داخل انتگرالم و دقت بکنید که منفی آیچ بار رو می شود به صورت اچ بار بر روی آی هم نوشت این دوتا عبارت با هم مساوی چون منفی آی در آی برابر با یک هستش خب پس تکانه متوسط جسم رو میتونم اینطوری بنویسم انتگرال سای ستار در اچ بار روی آی روند به روند x یا دی به دی x سای دی x درسته این روند به روند x در حقیقت عملگر مشتق هستش که اگر روی سای اثر بکنه مشتق سای نسبت به مکان رو یا مشتق جزئی سای نسبت به مکان یعنی همین جمله اینجا رو به ما میده در دی x خب اینجوری که من متوسط مکان و متوسط تکانه جسممون رو زرمون رو نوشتم یک مزیت خیلی بزرگ داره که اگر دقت بکنید هر دوی عبارت ها به این شکل هستش ما سایستا رو داریم بعد یه عبارت این وسط داریم که اینجا x اینجا هم h روی آی در دیب به دی ایکسه و بعد از اون هم سای رو داریم خب این عبارتی که این وسط هستش برای عبارت اول اسمش هست عملگر مکان عملگر مکان و به این دومی میگیم عملگر تکانه خب اگر آشنایی ندارید با مفهوم عملگر خیلی مفهوم ساده ای داره ببینید ما همه تابع میدونیم چی هستش تابع چی هستش یک عبارت ریاضی تابع که مثلا به صورت یه جعبه نشونش بدیم تابع رو که ورودیش یک عدد هستش و خروجیش هم یک عدد هستش درسته یعنی توابع عدد رو به ما میگیرن و یک عدد خروجی به ازای هر عدد ورودی یک عدد خروجی به ما میدن عین همین عملگر یک مفهوم ریاضی هستش که ورودیش یک تابعه و خروجی اون یک تابعه جدید هستش یعنی این تابه ها که روی اعداد عمل می کردن عملگرها روی توابع عمل می کنن و یک تابه رو می برن به تابع دیگه مثلا عملگر مکان ما خیلی ساده است X یعنی وقتی این عملگر روی تابع سای اثر می کنه، عملگر همیشه روی اون که سمت راستش عمل می کنه. عمل کردن X در سای یعنی چیکار کار می کنه؟ ما می تابع سای X و T رو داریم میدیمش به عملگر مکانمون عملگر عملگر مکان رو که عمل بکنه روی تابع سایمون خروجیش هست x ضرب در سایه x و t یعنی میاد اینو توی x ضرب میکنه خیلی ساده است این عملگر مکانه عملگر تکانه میاد چیکار میکنه وقتی که سایه باز مجددا عملگر تکانه هر عملگری روی اونچه که سمت راستش عمل میکنه وقتی که میاد روی تابع موج ما اثر میکنه یعنی سایه x و تی رو اگر بدیم به این عملگر تکانمون عملگر عملگر تکانه خروجی چی خواهد بود خروجی خواهد بود اچ بار روی آی ضرب در مشتق جزئی سای نسبت به مکان یعنی روند ساینس به روند ایکس این عملگر تکانه هستش به خاطر این شکلی می نویسیمش می نویسیم اچ بار روی آی روند به روند ایکس پس عملگر ها یک تابه رو می گیرن و خروجیشون یک تابه دیگه هستش حالا بعدها خواهیم دید که توی مکانیک کوانتومی هر آنچه که قابل اندازه گیری باشد مثل تکانه، مثل سرعت، مثل مکان و غیره یک عملگر داره و الان ما مثلا دو تا از عملگرها رو شناختیم عملگر مکان و عملگر تکانه و یک خاصیت خیلی مهم این هستش که مقدار متوسط هر متغیر قابل اندازه گیری اینطوری به دست میاد که میایم عملگر مورد نظر رو به اصطلاح ساندویچ میکنیم بین تابع موج و مزدوج مختلف تابع موج یعنی یه سای میذاریم سمت راستش یه سای سای میذاریم سمت چپش و بعد انتگرال میگیریم حالا اون عملگر هر چیز دلخواهی که بخواد باشه پس مثلا اگر ما یک متغیر قابل اندازه گیری داشته باشیم که با او کوچیک نشونش بدیم پس او باشد او کوچیک باشد مثلا یک کمیت قابل اندازه گیری و او بزرگ هم باشه عملگر مربوط به او کوچیک به عنوان مثال اگر او کوچیک اون مکان باشه او بزرگ میشه این عملگر ایکس اگر او کوچیکمون مثلا تکانه باشه او بزرگ میشه اشبار روی آی ضرب در روند به روند ایکس یا هر کمیت دیگه یه عملگر مربوط به خودش داره یک اصل در مکانیک کوانتومی است که میگه مقدار متوسط این کمیت قابل اندازه گیری اینو با صفر اشتباه نکنید متوسط او برابر هستش با انتگرال از منفی بی نهایت تا بی نهایت سای استار در اپراتور او که روی سای اثر میکنه دی ایکس خب پس ما کافی این اپراتور اوه رو بدونیم اون وقت میتونیم مقدار متوسط اون کمیتمون رو از این عبارت حساب بکنیم بعد که خود خورده بحثمون جلوتر بره من یه خورده بیشتر براتون توجیه میکنم که چرا این عبارت برقرار هستش ولی فعلا میتونید حتی هیچ وقت نمیشه اینو اثبات کرد ولی فعلا اگر دوست دارید این رو به عنوان یک اصل موضوعه از من بپذیرید که این یکی از اصول موضوعه مثلا مکانیک کوانتومی هستش که مقدار متوسط هر کمیتی رو میشه از این رابطه به دست آورد حالا نکته جالب این هستش که همون طوری که گفتم ام همه کمیت هایی که توی مکانیک کلاسیک داریم یه جورایی وابسته به تکانه و مکان جسم هستن یعنی اگر ما مکان و تکانه جسم رو بدونیم توی مکانیک کلاسیک بقیه کمیت ها رو میتونیم از اون به دست بیاریم به عنوان مثال مثلا انرژی جنبشی که ما با ای کاف ارز کنید نشونش میدیم توی مکانیک کلاسیک هست چی رابطهش هست یک دوم ام وی دو درسته که این رو میتونیم با پی دو روی دو ام در حقیقت بنویسیمش درسته برابر میشه با پی دو روی دو ام. یعنی تکانه جسممون به توان دو تقسیم بر دو برابر جسمش پس انرژی جنبشیمون انرژی جنبشی جسممون مثلا اینطوری ارتباط پیدا میکنه به تکانش حالا ما چجوری میتونیم عملگر انرژی جنبشی رو به دست بیاریم یا عملگر هر متغیر قابل اندازه گیری دیگه ای رو که بخوایم به دست بیاریم کافیه که رابطه کلاسیکش رو بنویسیم مثلا برای انرژی جنبشی یکا بر حسب تکانه میشه پی دو روی دو. و همطور که گفتیم همه متغیرها رو میشه بر حسب تکانه و مکان توی مکانیک کلاسیک نوشت بعد میایم توی اون رابطه هر جا که تکانه یعنی پی داشتیم به جاش عملگر تکانه رو میذاریم یعنی هر جا که تو رابطه پی بود میایم به جاش میذاریم اچ بار روی آی روند به روند X و هر جا هم که توی عبارت مکان بود یعنی x میایم عملگر مکان که خود x هست و به جاش میذاریم و اون وقت عملگر انرژی رو مثلا یا عملگر اون کمیت که میخوایم اندازه گیری بکنیم رو به دست میاریم و از این رابطه که اینجا داریم که خیلی مهم هست استفاده میکنیم تا متوسط اون کمیت دلخواهمون رو به دست بیاریم خب به عنوان مثال عملگر مثلا انرژی جنبشی رو اگر با او بخوایم نشونش بدیم برابر با چی میشه؟ خب تو این عبارت ببینید یه یک رو دو ام داریم که یه ثابت کاری بهش نداریم این یک رو دوم زب در پی دو میشه به جای پی میایم عملگر تکانه رو میذاریم پس میشه زب در اچ بار روی آی به توان دو و این مشتق هم تبدیل به مشتق دوم میشه دیگه میشه روندو به رونده x2 درسته که این تیکه ثابتش رو میشه اگه اچ بار رو آی به توان دو میشود منفی اچ بار دو پس این ثابت همون میشه منفی اچ بار دو روی دو ام درسته پس توی مکانیک کوانتومی متوسط انرژی جنبشی ذرمون برابر خواهد بود با خب حالا از این عبارت استفاده میکنیم به جای او عملگر انرژی جنبشی رو میذاریم یه اچبار منفی اشبار دو رو دو ام که ثابت هستش میاد بیرون منفی اچبار دو رو دو ام در انتگرال خب عملگرمون رو ساندویچ بکنیم بین سای استار و سای میشود سای در دی دو سا یا روندو سایب روند x2 دیه x درسته پس این می شود متوسط انرژی جنبشی یک ذره مون خب در حالت کلی تر متوسط هر هر کمیتی که به صورت تابعی از x و p باشه توی مکانیک کلاسیک مثلا انرژی این q بزرگ یه کمیت رو داره نشون میده انرژی تابعی بود از تکانه به صورت p2 دو روی 2 متوسط اون توی مکانیک کوانتومی برابر می شود با انتگرال سایستار استار ضرب در عملگر اون که ما با q x که می شود x و تکانه که عملگرش می شود h بار روی آی در دی به دی ای روند به روند ایکس عمل بکند روی سایستار استار دی ایکس به دست میاد پس متوسط هر کمیت قابل اندازه گیری میشه ساندویچ شده ای عملگر اون بین سای و سای استار و بعد انتگرال گرفته شده از منفی بینهایت تا بینهایت روی x عملگر رو چطور پیدا می کنیم؟ می آیم رابطه کلاسیکمون رو برای اون متغیر می نویسیم بر حسب تکانه و مکان که این رو برای هر متغیری می شه نوشت تمام متغیر کلاسیک رو میشه بر حسب تکانه و مکان نوشت و بعد هر جا که تو اون رابطه تکانه داریم به جاش عملگر تکانه رو میذاریم یعنی h بار روی آی روند برنده x هر جا مکان داریم عملگر مکان که خود x هست رو میذاریم اون وقت کیو یا عملگر اون کمیت رو به دست میاریم و میذاریم توی این انتگرال رو محاسبش میکنیم مثلا مثالمون شد انرژی جنبشی که میشود عملگرش میشود منفی H بار دو رو دو ام دی دو به دی x دو از کجا به دست آوردیم عملگرش رو از رابطه کلاسیک P دو رو دو ام برای انرژی جنبشی که به جای P عملگرش رو گذاشتیم و بعد به توان دو رسوندیمش پس متوسط انرژی جنبشیمون میشه ساند سویچ شده ای. این عملگر بین سای و سای استار منفی اچ بار دو رو دو امش که ثابت بود از انتگرال آوردیم بیرون پس شد منفی اچ بار دو رو دو ام انتگرال سای استار دی دو ای سای یا رون دو سای برون دی ایکس دو دی ایکس خب این یک بحث خیلی سریع و اجمالی بر مبحث عملگرها بود اما این خیلی جالبه که ما توی مکانیک کوانتومی متوسط هر متغیری رو میتونیم با دونستن عملگرش به این صورت به دست بیاریم و عملگرش رو هم خیلی راحت میتونیم از مکانیک کلاسیک به دست بیاریم فقط رابطهش رو بنویسیم و به جای مکان و تکانه عملگرهای مکان و تکانه رو جایگذاری بکنیم توی رابطه کلاسیکمون خب بعدها بیشتر راجع به مبحث عملگرها صحبت خواهیم کرد و این چیزایی که اینجا خیلی اجمالی گفتیم رو توجیهات دقیقتری براش خواهیم دید توی کلاس درس بعد میبینمتون خداحافظ